صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما حسینیان عالم. امیدوارم که تحت ظل عنایات مقام بقیت الهی عجل الله تعالی فرج و شریف غرق در نعم ولایت باشید، هر جایی که هستید و دل و قلب و روحتون پیوند خورده باشد
به کربلای آقا سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام. در بحثی که میدونید مستحضرید بررسی مقتل آقا سید الشهدا، یعنی کتاب شریف نفس المحموم، بحث به اینجا رسید که شب عاشورا سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام مهلت خواستند که یک شب مشغول مناجات و خواندن قرآن و استغفار باشند. این مطالب رو خدمت شما عرض کردیم تا رسیدیم به حاشیه‌ای که مرحوم کمره‌ای در کتاب ترجمه خودش زده است. خب نکات قابل اهمیتی را اشاره کرده است. یکی این بود که سید الشهدا وقت خواستند تا بسیاری از آن کسانی که قرار است سوار بر سفینه نجات حسینیه شوند برسند به موکب آقا سید الشهدا و همه عالم اسمشون بر تاج تاریخ نوشته شود. نکته دیگری رو اشاره میکنه که امشب بهش میپردازیم. مرحوم کمره میفرماید برای عمر سعد امید میرفت که در ضمن این مهلت برای حضرت پشیمانی از مقاومت دست دهد و تسلیم شود و جنگ او به خون و چنگ او به خون پسر پیغمبر آلوده نگردد و آبرویش برای دنیایش محفوظ بماند، یا آن که عده‌ای از یاران او دست از یاری او بردارند و صولت و آبروی او شکسته شود و رسوایی کمتر گردد. چند تا نکته را اشاره میکنه. یکی این که امید داشت، نه اینکه عمر سعد آدم خوبی باشه، نه اینکه عرضم به خدمت شما ترحم بر آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام داشته باشه، بلکه نگاه میکرد به اوضاع دنیایی خودش. به هر حال پسر پیغمبر خداست نبی عبدالله، اگر دستان او آلوده به خون حسینیه میشد برای او در امور دنیایی خوب نبود، هرچند که انقدر تزویر کرده بودن و انقدر حق را از مجلای خودش دور کرده بودن که عمر سعد و عمر سعدها عبید الله ابن زیاد و عبید الله ها یزید ابن معاویه یزید ابن معاویه ها توجیهاتی داشتن برای ریختن خون آقا سید الشهدا، مثل مسئله معروفی که همگان می دانند، فتوایی که شریح قاضی داد. حالا شاید کمتر در کتب مقاتل به این نکته پرداخته شده باشه، ولی از مطالب مشهور است که شریح قاضی دست داشت در خون آقا سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام. عمر سعد میخواست بلکه سید الشهدا در همین مهلتی که میخواهند منصرف شوند از مقاومت و تسلیم عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه شد، یا این که یاران حضرت حضرت رو ترک کنند. بالاخره هرچه کمتر دور آقا ابی عبدالله بودند، هرچه کمتر از خوبان کوفه بزرگان اصحاب به خصوص کسانی در موکب آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام بودن که خدمت رسول خدا رسولان، یعنی اصحاب قدیمی رسول خدا بودن، مانند حبیب بن مظاهر سلام الله علیه بودن، عده‌ای که درک کرده بودن مقام رسول خدا را، حضور رسول خدا را صلی الله علیه و آله. خب هرچه اینها رو کمتر میکشت به نفع او بود. یا کسانی که بزرگان کوفه بودن، آبرومندان کوفه بودن، مثل عابس ابن شبیب شاکری که از بزرگان کوفه بود که در مصاف او کسی احدی جرأت جلو آمدن نداشت. فرمان زد، نعره کشید عمر سعد بر سر لشکرش که چرا ایستاده اید، برید جلو. عابس ابن شبیب شاکری جلو کسی بود که معلم قرآن بود در کوفه. همه اینها باعث می شد که ننگ باشد برای عمر سعد در تاریخ. او هم قبول کرد مهلت دادن را به این اتفاقات، به این امیدهایی که نظر مرحوم کمره است. خب پس از آن شب عاشورا شیخ مفید در ارشاد گوید حسین علیه السلام شب هنگام یاران خود را جمع کرد. علی ابن الحسین علیه السلام گوید، این روایت از امام سجاد به دست ما رسیده است. نکته ای را باید عرض کنم اینجا که خالی از اهمیت نیست، و آن این که ما تاریخ را بررسی میکنیم میخوانیم، ولی خصوصیت تاریخ این است، نوعیت تاریخ این است که قلم ها مختلفه. یعنی هر کسی که تاریخ نوشته است از دیدگاه خودش نوشته است، مطالبی را نقل کرده است.
واسه هم میبینیم کتب تاریخی متشتته، بعضی ها حرف های زدن، بعضی ها انکار آن حرف ها کردن، لذا کمتر پیش میآید که ما اصول اعتقادات خودمون را بر روی مبانی تاریخی اقامه کنیم، بلکه اصلا همچین کاری کردن غلط است، چون اصول اعتقادی کاملا عقلی است. ولی بعضی از کتب تاریخ مؤیدات دارد از زبان معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. یعنی چه این حرف؟ یعنی ما به تاریخ اعتماد میکنیم، به خصوص وقتی که قال صادق به میان میآید، به خصوص مثل اینجا که قال سجاد علیه السلام به میان میآید. وقتی که چنین شد، یعنی کلام معصوم، یعنی کلام وحی مؤید اتفاق تاریخی شد، ما اتفاق را میپذیریم، با آن دقت میکنیم، از او درس میگیریم، برای دیگران میگوییم و مراقبت هایی که لازمه را انجام میدهیم. پس حرفی که شنیده میشود گاهی که مقاتل همچین سند آنچنانی ندارد و عرضم به خدمتشون کتب تاریخی هستش و تاریخ هم متشتته، ما این حرف رو رد کردیم، گفتیم تاریخی که تأیید روایی دارد را ما میپذیریم. چرا؟ چون کلام متصل به وحی هستش، وقتی کلام متصل به وحی شد صدق او غیر قابل انکار هستش. انشاءالله میان برنامه رو با هم ببینیم. مرام الیافنای در این عقیده یقین دارم اشتباهی رن جان حسین است و دوستی حسین به سوی حق به جز از این طریق راهی این چند جز زبان حال همه شما پیر غلامان اهل بیت من یا حسین از ریز خاران تو هستم در کودکی عاشق شدم دل بر تو بستم شاید که در روز جزا گیری تو دستم از پا فتادم یا حسین برس بدادم یا حسین عزیز زهرا عزیز از پا فتادم یاس برس بدا عزیز زهرا سرسه چو کردم ای حسین جان نوجوانی شد موسم پیری و وقت ناتوانی نبود روا ما را ز دربارت برانی از پا فتادم یا حسین همه از پا فتادم یا برس بدادم برس بدادم یا حسین عزیز زهرا زهرا زنده رام زنده نخوانم که مرگ از پی او بلکه زنده است شهیدی که حیات عید قفا حسین جان زنده
در قبر دل ما بدن کشته تو، جان مایی و تو را قبر حقیقت دل ما دشمنت کش، ولی نور تو خاموش نگشت، آری آن جلوه که فانی نشود، خون خداست نه بقا کرد ستمگر، نه به جامون ستم، ظالم از دست شد و خیمه مظلوم. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. امیدوارم که هر چه سریعتر کربلایی شوید و از نزدیک زائر آقا سید الشهدا و برادر با جان برابرش قمر بنی هاشم باشید انشاءالله. عرضم به خدمت شما کلام به اینجا رسید که سید الشهدا علیه السلام شروع کردن برای اصحابشون خطبه خواندن. در کتاب مقتل مقرم که الان دست بنده هستش متن عربی خطبه را آورده است. کتابی که ما در خدمتش هستیم ترجمه فارسی شده است. دقت کنید، به خصوص سعی کنید بینندگان محترم، حتی کسایی که حالا با زبان عربی آشناترن، حتی کسانی که آشنا نیستن، کلمات حضرات اهل بیت را به زبان عربی قرائت کنند. خواندن و دیدن کلماتی که از مصدر معصوم صادر شده از صلوات الله علیه اجمعین، کلام خودشون یعنی حروفی که ادا کردن خودشون نورانیت داره، ترجمه آن هم نورانیت دارد، ولی خاصیت بیشتری دارد. گفتن بزرگان چنین که سعی کنید عربیش را بخوانید، سعی کنید قرآن را عربیش را بخوانید، درسته به ترجمه دقت کنید، ولی یه مدت که چنین گذشت دیگه کلمات برای شما معنا می شود، معلوم می شود، دیگه می تونید کتب عربی را راحت تر مطالعه کنید و خاصیت هایی دارد. بالاخره در زبان فارسی یا دیگر زبان ها آن وسعتی که در زبان عربی هست وجود ندارد. یک کلمه در زبان عربی هست دلالات مختلفه ای دارد که در فارسی باید چند صفحه راجع به آن مطلب نوشت تا شاید معلوم شود که این کلمه چیز، باز اون ملاحت لازمه را پیدا نمی کنند. البته همه زبان ها چنین است، حتی زبان ترکی، فارسی، تبدیلش به زبان دیگه، ترجمهش به زبان دیگه، اون ملاحتش را از دست می دهد. حالا به هر عنوان سعی کنید عربی روایات را بخوانید. کلامکم نور و امرکم روش. خود کلام حضرات اهل بیت نور است. زیارت جامع بود خوندم خدمتتون. و جمع الحسین علیه السلام اصحابه قرب المساء، نزدیک شب اصحاب را آقا سید الشهدا جمع کرد. قبل مقتله به لیله، یک شب مانده به مقتلش یعنی شب عاشورا. فقال اثنی علی الله احسن الثناء، مد میگویم، ثنا میخوانم خدا را، ده بهترین ثناهای او، الله اکبر، و احمده علی السراء و الضراء، در خوبی و بدی، در ایام خوش و ایام ناگواری او را حمد و ستایش میکنند. اصلا توحید، توحید از زبان حضرات اهل بیت معلوم میشود، توحید حقیقی. و من قصده توجه بکم، هر کسی که خدا را بخواهد، مقصدش خدا باشد، توجه به شما حضرات اهل بیت میکند، سلام الله علیه. و من وحده قبل عنکم، کسی که خدا را به وحدانیت شناخته است، از شما اهل بیت قبول کرده است مبانی مهم توحیدیه و وحدانیت حضرت حق را. اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه. نکته ای را اینجا بگم اخلاقی، خدایا من تو را سپاس میگویم در این که به ما اکرام کردی، نعمت بر سر ما تمام کردی و نبوت را، خاتم نبیین را از ما قرار دادی. یک حرفی در جامعه، در محاوره پخش است و زبان به زبان، دهان به دهان میگردد، ولی ترجمه غلطی از آن متبادر به ذهن میشه و برداشت دیگری میشود. و آن حرفی که معروف از همه شما هم میدانی که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. وقتی خوانده میشه بعضی نظرشون اینه که اگر پدر تو فاضل بود حالا نفعی برای تو نداره، خودت چه کاره هستی. این معنا از این شعر در نمیاد، حتی این معنا خلاف روایات ما هستش، خلاف آیات قرآن هست. کسی پدرش فاضل باشد فضل است برای او، کسی اگر از
اجدادش فاضل باشد برای او فضل است. اینطور نیست که اگر کسی پدرش از فضلا بود خودش هیچ بهره از اون پدر نبرد. قطعا باید. منظور این شعر نیست که اون صفاتی که پدرت دارد از فضل و کمال در خودت نمایان کن، چه حاصل داری بگو بدانیم. منظور از این شعر این است، نه اینکه اگر کسی پدرش فاضل بود او را بهره ای نداده است. چرا این حرف را عرض میکنم؟ به خاطر اینکه هم در خطبه حضرت سجاد علیه افضل الصلاة و السلام در مسجد اموی آنجا میفرماد فضلنا به سب، ما فضیلت داده شدیم به هفت چیز، و شروع میکنند شمردن رسول خدا را، امیر المؤمنین را، جعفر طیار را، یعنی فضلاء اهلشان را میشمارند. ما به اینها فضیلت داده شدیم، پس اگر پدر کسی فاضل بود برای او فضل است. اینجا هم دقت کنید چرا این حرفا رو منتقل شدم، نکته رو عرض کردم، به خاطر که این آقا سید الشهدا چی میفرمان؟ خدایا تو را شکر و سپاس میگویم برای اینکه ان اکرمتنا بالنبوه، ما را تکریم کردی که نبوت از ماست. ببینید بیان فضل، بیان کرامت میکند. همین که خاتم الانبیا از ماست، این عرضم به خدمت شما کرامت است. و علمتنا القرآن، بی واسطه به خود خدا میگوید، مهم است، دقت کنید، مهم است. علمتنا القرآن، به ما قرآن را تو آموختی. خود خدا به اهل بیت قرآن را آموخته است. انما یعرف القرآن من خطبه. غریبه به این مضامین روایت زیاد داریم، کسی میداند قرآن چه میگوید که به او خطاب شده است. به او خطاب شده است. اهل بیت بهترین کسانند که میدانند، اصلا فقط اهل بیتند که میدانند قرآن چه گفته است. ما هم اگر دستی بر تفسیر داریم از روایات حضرات اهل بیت کلام خدا را دانسته ایم، همین قدری که هست کفایت هم نمی کند. کلام خدا بی انتهاست، دلالات بی انتها دارد، و باید بیاید مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج الشریف و پرده از اسرار بردارد. آن قرآنی که امیر المؤمنین آورد در مسجد و آن دو نفر ملعون رد کردن، رفض کردن قرآن امیر المؤمنین، گفتن همین سواد بر بیابی که دست ماست ما را کفایت میکند، آن قرآن را امام زمان بیاورند انشاءالله. آن قرآن را بیاورند، همین آیات است، هیچ فرقی نمی کند، همین آیات است، ولی پاورقی دارد، شأن نزول ها نوشته شده است، توضیحاتش داده شده است انشاءالله. پس علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدایا تو ما را در دین فقیه کردی. دین شناسی حضرات اهل بیت از جانب حضرت حق است، بی واسطه. باز عرض میکنم این نکته خیلی مهمه، بی واسطه بودنش خیلی مهمه. امیدوارم هر جا هستید عنایات امام زمان شامل حالتون بشه. به ما هم دعا کنید، مرضا رو فراموش نکنید. منظورین از مریضا، عزیز منظور بنده دارم، انشاءالله دعا بفرمایید و گذشتگان را یاد کنید، کسانی که امشب شب اول قبرشون هستش، تحت عنایات سیدالشهدا باشن انشاءالله. راه کربلا بر همگان باز شود، گره از زبان بنده هم باز شود، بتوانم بیشتر خدمت کنم انشاءالله. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا حضرت ابوالحسن رضا. الفاتحه مع الصلوات. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تاجی شکسته، جوانان یک به یک بردی زدسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی